بینندگان، هموطنان و همزبانان عزیز، سلام عرض می کنم خدمت همگی شما. انشاءالله که در هر کجای کره خاکی که هستید، خداوند هدیه سلامتی، سرفرازی و خنده رو در هر لحظه و در هر زمان به شما بده. همینطور که خدمتون عرض کردم، بنده از امروز صبح به جای جناب آقای دکتر مظاهر افتخار داشتم که ایشون چون در استانبول تشریف دارن بودن و هفته های آینده هم در خدمت شما خواهم بود. هر روز روزهای دوشنبه از امروز آغاز کردیم برنامه ایشون رو، بعد برنامه خودمون رو به ساعت 10 شب به وقت شما در ایران و ساعت های مختلف صبح، فراموش کردم چه ساعتی است، ساعت 9:30 تا 10:11 برنامه جناب آقای دکتر مظاهری در خدمتتون خواهم بود هر روز، و بعد برنامه خود پارسی ابس، کمپانی پارسی ابس طبق معمول، و دوشنبه، چهارشنبه همین زمان ساعت 4 به وقت لس آنجلس، ساعت 7 شب در روز جمعه در خدمت شما خواهم بود، و روز شنبه هم برنامه اختصاصی داریم 2 ساعت برای معتادین عزیز ما. انشاءالله که صحبت هایی که با شما داریم که بخشی از آموزش ها و نوشته های استاد عالی قد ابن سینا همراه با پژوهش های جهانی جدید قدم هایی باشه و حربه ای باشه برای سفرهایی به سوی سلامتی همگی شما عزیزان. تلفن های ما در استودیو باز هستن، من در خدمت شما هستم که تلفن های شما رو جوابگو باشم. به هر حال سوالات بسیاری بود امروز صبح که ما نتونستیم، زمان نداشتیم که جواب بدیم، و امیدوار هستم که بتونم یکایک که اینها رو برای شما جواب بدم. قبل از اینکه شروع کنم به تلفن ها رو جوابگو بودن، معیار خیلی از خانم زیادی از بانوان عزیز، بانوان جوان ما از سنین 14 سالگی تا سن 28-29 سالگی تماس داشتن با ما که ناراحتی هایی داشتن با پرید هاشون و موهای خیلی کلفت و زبر روی بدنشون و روی چانه ها و گوشه های صورت، و بعضی از بانوان هم اطراف نافشون سردرد های شدید، حالت میگرن داشتن و ناراحتی های مختلف داشتن، که با همگی این بانوان که صحبت میکردیم بیشترشون افرادی بودن که معیار زیادی گوشت و مواد لبنی، مواد قندی مصرف میکردن متاسفانه، و جوش های خیلی زیادی هم روی صورت و روی پشتشون داشتن. و تمامی اینها صحبت همینطور که بارها کردیم، خود استاد عالی قد نزدیک 1000 سال پیش هم صحبت میکردن درباره این مسائل، که اینها همه از این بالانس بودن هورمون های انسان و سیستم گوارشی انسان سرچشمه میگیره. همینطور که شما میدونین، همگی ما میدونیم، کبد انسان بخشی از کارهاش تنظیم و بخش به حمل و نقل کردن هورمون های انسان هست که به قسمت های مختلف بدن برای اعمال مختلفی که بدن انسان لازمه هست، در بدن انسان لازمه هست، و این باعث میشه که وقتی ما موادی مصرف میکنیم، مواد های گوشتی و لبنی و حتی مواد دیگه که به حالت صنعتی پرورش شده شدن که شامل هورمون های زیاد هستن و آنتی بیوتیک هایی که به حیوانات و دام ها میدن، حتی پرندگان مثل مرغ و پرورش های مرغ هایی که از این پرندگان مثل مرغ، اردک و بوقلمون از تولید میشه، اینها هم شامل این مواد هورمونی و آنتی بیوتیک ها هستن، و تجمع اینها در بدن خانم ها باعث میشه که هم ریزش موی سر داشته باشن، هم موهای کلفت و اضافی مثل آقایون روی بدنشون شروع کنه به رشد کردن. آقایون هم برعکسشون، نوجوانان ما از سنین 14 سالگی آقا پسرامون شروع میکنن به ریزش موی سر، و حتی اینکه بعضی هاشون موهاشون حالت گردگرد ریخته میشه و موهای بدنشون شروع میکنه به ریختن، و صله ها تغییر میکنه، حالت های تفکراتشون تغییر میکنه، خشم زیاد شروع میکنن به داشتن، و خیلی از ناراحتی هایی که نوجوانان نباید این اکسپریانس و تجربه رو در بدنشون داشته باشن. به هر ترتیب باید به تغذیه‌مون رجوع بکنیم، و مسئله سر این هست که ما اگه از ابتدا به کودکانمون بیاموزیم که تغذیه صحیح مفهومش چه هست، خوردن نوشابه های گازدار، خوردن مصرف کردن آب و نوشابه های گازدار یا حتی دوغ، مایعاتی که نباید مصرفش زمان غذا خوردن، اینها همه مهم هستن. مواد قندی بلافاصله یا کافئینی یا تئینی بعد از غذا یا اینکه قبل از غذا مصرف کردن، اینها اختلالاتی در سیستم گوارشی انسان به وجود میاره که باعث بیماری های آینده خواهد شد. خواهش میکنم که توجه به این مسئله بفرمایید که ما الگوی فرزندانمون هستیم و مادران و پدرانمون الگوی ما بودن، و همینطور که می‌بینین در بسیاری از خانواده‌ها بچه‌ها هیکل‌هاشون خیلی شبیه مادرها و پدرهاشون میشه، و یا بیماری‌های اونها رو
به ارث میبرن. و دلیلش هم این نیست که بیشتری از این بیماری ها تجربیات و پژوهش های خیلی زیادی شده که ما میگیم من بدنم رو این فرم رو از مادرم یا پدرم به ارث بردم. بعضی از این ناراحتی ها ممکن هست از نظر ژنتیکلی به بدن انسان وارد بشه، ولی ما ارث میبریم طرز غذا خوردن و غذاهایی که پدر مادرهامون از آغاز به ما میدن و باعث میشه که ما یاد بگیریم که به همین ترتیب غذا بخوریم و تغییر دادنش برای بسیاری از انسان‌ها بسیار مشکل خواهد بود، چون عادت کردن به اون طعم، به این فرم غذا خوردن و خیلی مشکل هست اعتیاد پیدا کردن به این مصرف غذاها، خیلی مشکل هست که کنار گذاشتنش، همینطور مثل اینکه افرادی که به مواد مخدر یا سیگار کشیدن یا مشروبات الکلی اعتیاد پیدا میکنن، اعتیاد به غذا هم بسیار مشکل هست. میبینیم که الان در کشور آمریکا و ایران عزیزمان و بسیاری از کشورهای دیگه بیماری دیابت در کودکان بسیار زیاد شده، چاقی بسیار زیاد از حد که حتی باعث سکته قلبی و مغزی نوجوانان ما میشه خیلی زیاد شده. چند روز پیش داشتم یک گزارش رو از انجمن نرس های آمریکا و انجمن پزشکان آمریکا مرور میکردم و نوشته بودن که اگر که یک فرد، یک انسان، یک کودک یا نوجوان یا افرادی که سالمند هستن در هفته یک دونه از این پاکت های کوچیک فرنچ فرایز یا سیب زمینی سرخ کرده که از کمپانی هایی که ما بهش میگیم فست فود مثل مکدونالد، ویندیز و یا جاهای دیگه مصرف میکنن، اینها 27 تا 37 درصد شانس اینکه سرطان به بدنشون سریعتر رجوع بکنه، سرطان های مختلف زیادتر هست و اینکه ممکن هست بیماری قند بگیرن بیشتر هست. در اینکه وزن هر چقدر بالاتر باشه، بیماری ها بیشتر در بدن انسان سریعتر پیدایش خواهد کرد و همینطور که این فرم غذاهایی که هیچ جهت مثبتی در بدن انسان تولید نمی‌کنه، فقط کالری خالی هستن، ضررهای خیلی زیاد و سریع به بدن انسان وارد می‌کنن، سیستم ایمنی انسان رو تحلیل میدن قباشو و بسیاری از بیماری‌های دیگه. یکی از فرمول‌هایی که در پارسی ما توجیه می‌کنیم و ساجست می‌کنیم به افراد مختلف مصرف بکنن، اگر که حتی بیمار نیستن، برای حفاظت و حیات سلامت، فرمول هلت پاور هست و همراه اون هم اگر که ناراحتی دارن دستگاه گوارشی، فرمول کندیدا سپورت هست که میتونن مصرف کنن به راحتی برای افرادی که نمیتونن پودر یا مایعات استفاده بکنن. اجازه بدین که من شروع کنم به جوابگو بودن، پاسخگو بودن تلفن ها. سلام عرض میکنم خدمت شما. بفرمایید. جانم بفرمایید. الو جانم بفرمایید. سلام عزیزم. وقتتون بخیر. به همچنین. الو جانم صداتون رو میشنوم. جان. یه سوال از خدمتتون داشتم. بفرمایید. مادر من از حدود 2-3 سال پیش قسمت معده‌شون پایین‌تر از سرشون سوزش‌های خیلی شدید پیدا کردن. بله. بعد من چند وقت پیش دفعه قبل که آمریکا تشریف برده بودین صحبتتون شنیدم، راجبش یکم توضیح دادین. این فکر زیاد چیز مهمی نباید باشه، ولی شما اسم سرطان رو بردین خیلی ترسیدن و حالا به فکر مداوا افتادن. بله. حالا میخواستم ازتون بپرسم ببینم چه داری از داروی شما رو ما میتونیم مصرف کنیم؟ اجازه هست من سوالی بله بفرمایید. میگم که این از حدود 2-3 سال پیش متوجه شدم. بله. سوزش‌های خیلی شدید پیش اومد. بله. زیاد اهمیت نمیداد. بله. بعد وقتی هم که عصبانی میشه خیلی این حالتش شدیدتر میشه. بله. تا غذا میخوره بالا میاره، از گلوش اصلا غذا پایین نمیره. بله. بعد دکتر یه بار که رفتن گفتن که یا ممکنه قرده داشته باشه سینه‌تون، یعنی که ورم کرده باشه میرید. بله. عکس برداری که کردن گفتن قسمت میرید ورم کرده. بله. و بعد هم ممکنه سرطان بشه. بعد حالا دیگه ایشون این اسمو شنیدن دیگه اصلا ترسیدن، به فکر مداوا دیگه نیستن دیگه، اصلا دیگه دکتر مراجعه نکردن. بله. حالا اصلا میخواستم بپرسم که چه داروی ما واسه اینشون مصرف کنیم که اون حالتشون برگرده حالت اولیشون. بله. اجازه هست چند سوال از خدمتتون بکنم؟ بله بفرمایید. مامان شما چند سالشون عزیزم؟ 38-39 سالشونه. وزن و قدشون؟ بله. وزن و قدشون چقدر هست؟ قدشون 158، وزنشون هم کمه، فکر کنم 50 کیلو اینا باشن. ایشون هیچ وقت دیاگنوز شدن به بیماری قند داشتن دیابت؟ نه خیلی نداشتن تا حالا. ایشون چربی خونشون، کلسترولشون چقدر هست؟ اندازه گیری نکردم ولی چربی خون فکر نکنم داشته باشن. بله. چون هیچ ناراحتی دیگه غیر از این نداره. بله. ایشون دستگاه گوارشیشون به چه ترتیب کار میکنه؟ آخه میخوام بگم من شهرستانم هستم، پیش مادرم نیستم که بپرسم، ولی
تا اونجا که من میدونم خوب کار میکنه، فقط این قسمت مریشون وقتی که عصبانی میشن اینطوری میشن. بله. این عصبانی میشن دکتر گفته به قسمت بالای مریش میزنه و اونو کم کم میسابه، اینطوری از بین میبره سلولاشو. بله. ایشون هیچ وقت سیگار نکشیدن؟ بله. ایشون هیچ وقت سیگار نکشیدن؟ نه خیلی. و در منزل ایشون هم کسی سیگار نمیکشه که دودش رو ایشون استنشاق بکنن؟ خیلی وقت پیش پدرم سیگاری بودن ولی خب اصلا جدا شدن. بله. چند سال پیش؟ 5-6 ساله. بله. ایشون تنها زندگی میکنن؟ با خواهرم اصلا. بله. ناراحتی دیگه دوست داره که چاق‌تر بشه چون خیلی باریکه. بله. ولی هر چقدر قلبم میخوره اصلا چاق نمیشه. بله بله بله. بسیار خب. شما سوال دیگه، خواب ایشون چطور هست از نه؟ وقتی که همین حالتش پیش میاد عصبی میشه اصلا نمیخوابه. بله. قبلا که بود مثلا دو سال پیش اینا. بله. بعد از اون اصلا خوابش میگرفت، خوابش خیلی زیاد بود. بله. ولی جدیدن مشکلات فکریش خیلی زیاد شده، میگه اصلا خوابم نمیبره. بله. و این حالتش هم خیلی بیشتر شده. بله. ایشون موهای سرشون هم میریزه زیاد از هم؟ موهاشون جدیدن شروع کرده بریزه. چیزای شما که گوش دادم گفتین که در اثر به هم ریختن اعصاب بهشم گفتم، گفت آره دکترم رفتم همین گفته. بله بله. جدیدن شروع کرده به ریختن فوز 5-6 ماه. بله. لکای اضافی روی صورتشون که ندارن ایشون؟ لک داره صورتش ولی فکر نکنم به خاطر این باشه، شما خیلی وقتیش داره لکاشو. بله. لکایی که ایشون دارن روی گونه ها هست این ناحیه هست یا اینکه روی پیشانیشونه؟ نه روی پیشانی ندارن، روی قسمت های چیزشونه. روی گونه هست؟ روی گونه هست. بله. بله؟ روی گونه شون هست. بله بله. بسیار خب. تشکر از تلفن شما عزیزم، خدا نگهدارتون باشه. به تلویزیون تلویزیون خواهش میکنم. خدا به یاد دارم که 2 هفته پیش وقتی که خدمت جناب آقای دکتر مظاهری بودم درباره این مسئله صحبت میکردیم. اسافاجیال کانسر بهش میگن که سرطان مری هست و افرادی که اسید معده شون خیلی زیاد هست یا اسید ریفلاکس دارن ترش میکنن و اسید میاد بالا و روی مری میشینه به مدت طولانی و همینطور مرتبا این عمل اتفاق میفته، باعث میشه که لایه های روی مری رو از بین ببره و باعث سرطان مری ممکنه بشه. برای از بین بردن اسید ریفلاکس یکی از مسائل مهمی که درباره‌اش صحبت کردیم امروز از صبح و جلسات قبلی، مصرف نکردن آب و مواد نوشابه های گازدار، مواد لبنی هستش به خصوص همراه با غذا، نخوردن چربی های سرخ شده، مواد قندی. البته ایشون وزنشون کم هست و ممکنه سوال بکنن که من که وزنم کم هست چرا نباید این مواد رو مصرف کنم؟ این مواد اسید معده رو بالا میبره و معده رو حالت اسیدی تولید میکنه درش. هر چقدر معده حالت اسیدی داشته باشه، بدن حالت اسیدی داشته باشه، انسان این بیماری ها رو بیشتر تجربه خواهد کرد. مصرف کردن فرمول کندیدا سپورت برای ایشون خیلی مهم هست. فرمول سوپرمیل میتونن با این دوتا شروع بکنن و فرمول فیمل بلسینگ که بسیار مهم هستن. از غذاهای گوشتی و لبنی و مواد قندی ایشون جلوگیری بکنن. قندهایی که بهش میگیم سیمپل کاربوهیدرات یعنی یک زنجیره‌ای یا دو زنجیره‌ای هستن. موادی که به جاش میتونن استفاده بکنن نانهایی که سبوسدار هستن با سیاه دانه، شاه دانه، نان جو با گیاهان مختلف، آب آشامیدنی نیم ساعت قبل از غذا، نیم ساعت بعد از غذا، از خوردن چای، قهوه، شکلات و شیرینیات هم جلوگیری بکنن. حتی سعی هم بکنین که میوه اصلا برای یک مدت نخام نپخته مصرف بکنن، برنج سفید نخورن. دستورات غذایی رو شما به هر مرکزی که در ایران تلفن بزنین خدمتتون خواهند داد و اگر هم سوالی داشتین میتونین با دفتر مرکزی ما در فلوریدا تماس حاصل بفرمایین که شمارش رو بعدن روی صفحه تلویزیون براتون خواهند گذاشت که انشالله ایشون بتونن چند دوره که اینها رو مصرف بکنن بدنشون سلامت خواهد شد به امید خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما، بفرمایید. سلام عزیز خانم دکتر. به همچنین عزیزم. ببخشید من این فرمول سوپر میل و کاندیدا سپورت شما رو تهیه کردم، الان به مدت 10 روز هستش من استفاده میکنم. بله. مشکلم یبوست و آلرژی آبریزش از بینی بود. بله. بینی دارم، شکمم نسبت خودم لاغر هستم، شکمم بعضی موقع بله. بزرگ میشه، حتی معده‌ام خالی باشه، ولی متاسفانه بهبودی حاصل نکردم. بله. خواستم باهاتون صحبت کنم. بله. شما به چه ترتیب اینا رو مصرف میفرمایید سوپر میل و کندیدا رو؟ فرمیل با سویا میل یا با شیر بادام که خودم درست میکنم استفاده میکنم. شما در آمریکا تشریف داری؟ نه من آلمان هستم. بله. شما سویا میل، کسی که آلرژی داره نباید سویا میل که من سویا پروداکت استفاده بکنه. نمیدونستم. بله.
درد دو تا قبل از نهار، دو تا قبل از شام هم از فرمول کندیداتون استفاده میکنم. صبحانه استفاده نمیکنین وقتی که سوپر میل مصرف میفرمایین؟ چرا، من یکی دو ساعت بعد ضعف به هم دست میده، باز یه مقدار نون سیاهی با یه مقدار همون کره بادوم. بله، یه مقدار کره و اصلا خیلی کم میخورم چون ضعف میکنم. خب شما چند سال آلرژی داری؟ آلرژی دو سال هست. آلرژی حالا زیاد برای مهم سنگ مشکلی یبوست هم شدید هست. یبوست بله، گاهی اوقات 10 روز یا بیشتر من یبوست رو دارم. بله، شما معیار آبتون چقدر هست در روز؟ آب با همین قرصا هر دفعه 3 تا یا 2 تا لیوان آب میخورم. خیلی. شما اولا که معیار کندیداتون رو باید زیاد بفرمایین، بعد بشه 2 عدد نیم ساعت قبل از اینکه سوپر میلتون رو مصرف بکنین به جای صبحانه، 2 عدد قبل از نیم ساعت قبل از نهار، 2 عدد نیم ساعت قبل از شام، 2 عدد 1 ساعت قبل از خواب و 2 عدد هم ما بین صبحانه و نهار، 2 عدد ما بین نهار و شام. میشه روزی 12 عدد برای 3 ماه شما بعد این کار انجام بدین. بعد خدمتتون عرض کنم سوپر میلتون رو بعد 2 بار در روز مصرف بفرمایین، 1 بار به جای صبحانه، 1 بار ما بین نهار و شام. و فقط شما باید با آب سبزیجات این رو مصرف کنید، نه با سوی میلک. شما نه سوی چیز، نه سوی میلک، نه پنیر سویا، نه شیر سویا، نه موادی که از سویایی که به فرم از فرم اصلیش خارج شده باشه نباید مصرف کنید. آب هویج هم، بیشتر آب هویج هم خوردم. بله، آب هویج برای شما خیلی مفیده مصرف کردنش با سوپر میل. بعد شما الان 1 هفته دیگه فکر میکنم که فرمول بادی زیبا میرسه به لندن، به خانم ماری میتونین تلفن بزنین و از ایشون پودر بادی زیبا و قرصش رو هم بگیرین همراه اینو مصرف کنین. بادی زیبا رو صبح میتونین شما 1 قاشق چایخوری مخلوط بکنین با سوپر میل که اینقدر سریع هم گرسنتون نشه. و دومین کاری که بعد انجام بدین، شما از خوردن عسل و مواد قندی به دلیل آبریزش بینی که شما دارین از ته حلق بعد شما خودداری بکنین. به جای این کار شما هر بار که گرسنه‌تون میشه یه تیک سینه مرغی که آب پس شده باشه یا اینکه بخار پس شده باشه، سبزیجات خام و اینها رو شما مصرف بفرمایین، یعنی اینکه دوباره میتونین سوپر میل مصرف بکنین. و وقتی که من با شما قول میدم اگر که شما پودر بادی زیبا رو مخلوط بکنین با سوپر میل دیگه گرسنه‌تون هم نخواهد شد. من خودم این امتحانو کردم شخصا. و شما سعی بکنین که غذاهاتون رو مثلا کره بادام اگر مصرف میکنین، شما چی هست اسمش، کرفس رو شما بردارین داخل این حفره که کرفس ما بینش مثل یک بار داره، این قسمتش که خالی هست داخل کرفس بذارین، اونو استفاده بکنین برای 1 مدت به جای اینکه روی نان بذارین. چون کره بادام هم پروتئینش بالا هست و چون پروتئینش بالا هست شما این ناراحتی های آلرژی دارین خیلی کم با حتی نونهای سبوس‌دار هم مصرف بفرمایین برای 1 مدت تا اینکه ببینین که ریبوستتون از بین بره. و امیدوار هستم که مواد لبنی هم مصرف نمیفرمایین شما، درست؟ من از الان تو این 10 روزه من سیر نمیخورم، ولی همین سوالم این هست، جای ما سیر که مثلا خانوما که سیر نمیخوریم بعدها کمبود کلسیم پوکی استخون مسئله نخواهیم داشت. شما ببینید سوپر میل وقتی شما مصرف میفرمایین عزیزم، سوپر میل 99%ش پروتئین خالصه. تمام پروتئین هایی که به بدنتون از غذاهای دیگه نمیشه، کلسیم معیار خیلی بالا، پتاسیم، مگنیزیم، تمام اینها درش وجود داره. و مهمترین مسئله این هست که شیر که شما مصرف میکنین معیار خیلی زیادش به بدن شما کلسیمش جذب نمیشه، دفع میکنین. و به همین دلیل هم هستش که خیلی از افرادی که مصرف میکنن با اینکه مثلا روز 4-5 لیوان شیر ممکنه مصرف کنن باز هم پوکی استخوان دارن. و اگر که شما آلرژی دارین ممکنه هستش که به لکتوز هم، قندی که در داخل مواد لبنی هست، ناراحتی براتون تولید بکنه. و اگر یبوست دارین که اصلا مطلق نباید شما چیز مصرف کنین، مواد لبنی مصرف بفرمایید. بعد من این فرمول رو شما استفاده میکنم، خب 3 ماه استفاده کنم، بعد از 3 ماه باز من اینا رو استفاده نکنم، باز همون حالت یبوست رو خواهد داشت؟ نه. سعی ببینید، شما کندیدا سپورت رو وقتی شما مصرف میفرمایین، کار کندیدا سپورت چند مسئله هست. یک اینکه شما وقتی یبوست میگیرین چند اتفاق ممکنه در بدنتون افتاده باشه. یک اینکه پرستالسیس یا حرکت روده کم شده. 2 اینکه ممکنه شما انگل‌های مختلف در داخل رودتون به دلیل اینکه یبوست گرفتین و این مواد نشستن اونجا حرکت نمی‌کنه، انگل‌ها رشد کردن. 3 اینکه شما معیار اکسیژن در داخل سیستم تخلیه‌ایتون بسیار کم هست. 4 اینکه کندیدا البکن که مرتباً در برش صحبت می‌کنیم
در بدن رشد کرده، یک قارچی است که مثل اسپانج شروع میکنه به تورم پیدا کردن در داخل روده و بسیاری از قسمت‌های دیگه بدن انسان، و این ممکن استاپ میکنه، متوقف میکنه حرکت مواد سمی که باید از بدن تخلیه بشه و خودش میخوره اینها رو برای تقویت خودش. شما دهانتون هم بوی نامطلوب داره؟ نه اصلا. بوی بدنتون هم بد نیست؟ عجیب هست که من گاهی حتی 2 هفته بیشتر من این مشکلی که وسط دارم، ولی مشکل دیگه ندارم، یعنی عوارضی برام نداره، فقط همین متوجه میشم که خیلی وقت هست که این حالت. بله. ولی متاسفانه اگر شما مدفوعتون 2 هفته حرکت نمیکنه، ناراحتی های آینده متاسفانه تولید میکنه برای شما، چون بدن انسان خودتون میدونید دیگه مثل لوله میمونه سیستم گوارشی، وارد میشه، مثل اینکه شما شیر آبو باز کنین، آب وقتی داخلش میاد باید خارج بشه، اگر بمونه عفونت تولید میکنه و بیماری های مختلف در نتیجه. شما این کاری که خدمتتون انجام دادم، ساجشنی که خدمتتون دادم انجام بدین، بعد گزارشش هم به ما بدین لطفا. بعد شما روزی 10 تا 12 تا لیوان آبی که حرارت اتاق باشه بعد مصرف بفرمایید. معیار آبی هم که شما مصرف میکنید ممکنه کم هست، و سعی بفرمایید که به اندازه کف دستتون هر بار که غذا میل میکنید مصرف کنید، که بدن زحمتش زیاد نشه که متوقف بکنه کار خودش رو. ولی میتونید مثلا به جای اینکه روزی 3 بار مصرف بکنید، روزی 4 بار غذا میل بفرمایید. برای چند روزم شما سعی کنید که روزی 2 بار حداقل سوپر میل رو مصرف بفرمایید، و این 12 تا کندیدا که خدمتتون عرض کردم که کمک بسیار زیادی میکنه. ولی ببین شما عزیزم چند سال این ناراحتی داری؟ من خیلی میتونم بگم این وسط من اصلا ارسی هست. خیلی خوب، ببین شما ترجیح باید بدین که این ناراحتی از بین بره. مسلمه شما متاسفانه بیشتر انسانهایی که سرطان روده میگیرن از یبوست خیلی شدیده، چون روده خورده میشه دیوارهاش. خبر سلامتیتون ان شاء الله به ما بدین. اگر سوالی ندارین خدا نگهدار شما باشه. من دو تا سوال دیگه هم دارم. برنج، من به جای برنج قهوه‌ای، برنجی که با پوستش هست قرمز هست، اون هم مناسب هست؟ برنج قرمز روی لیست غذایی شما هست. برنج قرمز، برنج سیاه، اینا همه روی لیست غذاییتون هستن که خانم مریم. فلفل سبز، فلفل سبز لیست چی؟ نه، فلفل سبز مصرف نکنین شما الان. جوانه گندم خوب هست، جوانه ماش خوب هست. هست روی لیستتون هست تمام اینها عزیزم. خواهش میکنم خانم، سلامت باشین ان شاء الله، خدا حافظ شما باشه. سلام عرض میکنم، بفرمایید. جان دلم بفرمایید. سلام عزیزم بفرمایید. ببخشید من الان مدت هاست که آرتروز شدید دارم. بله. پاهام خیلی درد میکرد، ولی الان یه حدود 10-20 روزیه که من قرصای مستقیم میخوردم و باید آرتروز میساختم، ولی الان یه تقریبا یه ماهی بیشتری هست که استخوان پشت پای چپم از طرف زانو به بالا شدیداً درد میکنه، بیشترم شبا که میخوام بخوابم دراز میشم درد شدید میشه که من باید بالش بذارم چند تا زیر پامو بتونم بخوابم. بعد حالا رفتم MRI کردم، بعد دکتر گفته که احتمالاً آب توی این پشت استخوان جمع شده، ولی زمانی گفت که باید این آبشو بکشم، بعد دوباره گفت که این چون که تو مایچه هست نمیشه آبشو بکشم، باید بیایی بلد بزنم. بله. منم دو دلم به خاطر آمپول زدن یا خودم میترسن گم نکنه کوتون باشه بعد برام ضرر داشته باشه. حالا خواستم ببینم نظر شما چیه. شما چند سالتون عزیزم؟ من حدود 67 سالم هست. وزن شما چقدر هست؟ وزن من خود بالا است که باید وزن من اگه شما لطف کنین قرصای واقعی برام بفرستین. بله. من یه خود وزن بیارم پایین، چون با رژیم اینا هرچی رژیم میگیرم اصلا وزن پایین نمیاد. بله. شما وزنتون چقدر هست؟ وزن من الان 172 پونده. قد شما چقدر هست؟ قد من یه زمانی 160 بود، ولی حالا یه خود کم شده مثلا 155. بله. شما یعنی وزن بیشتر، وزن شما روی کمر به پایین باید باشه، صحیح؟ بله. وزن شما از کمر به پایین هست بیشتر؟ بله. وزن بیشتر شاخیه روی باسن و شکم و این چیز هست دیگه. من الان اگر باسن و شکم هم کم بشه بله، دارم معمولی هم دیگه. بسیار خوب. شما الان داروهای نسخه چی مصرف میفرمایید؟ حالا من برای فشار خون یه دانه آنالاپریل 5 میلی بله. میخورم، یه دانه آتنولول 5 میلی میخورم، بعد
یه قرص مسکن میخورم. قرص مسکن چی میل میکنی؟ چون تیروئیدم هم کار نمیکنه. بله. یه قرص تیروئید، اون اسمش نمیدونم، ولی اون قرص تیروئیدی هم که میخورم اصلا کار نمیکنه. یعنی هر چی غذا کم میخورم، هر چی رژیم میگیرم، هیچ وزنم پایین نمیاد. قند خون شما چقدر هست عزیزم؟ قند خون شما اطلاع دارین که چقدر؟ من اصلا ندارم قند، هم همیشه هر طبیعی هم مثلا پایینتر روی 90 مثلا. بله. شما کلسترولتون اطلاع دارین چقدر هست؟ بله کلسترول من خود بالا بوده، ولی الان اول خوشتای که یه خود مریض مال چربی اسمش الان یادم. لیپتور مصرف میفرمایین شما؟ چی؟ لیپتور. لیپتور مصرف میکنم. روزی یه دانه فکر کنم 40 میلی شب یه دانه میخورم. اجازه دارم از شما سوال کنم غذاهای شما چی هست؟ من غذا صبح میشه من سه تا سفیده تخم مرغ با یه دانه از این نونای عربی گرد کوچولو با اونا میخورم. بعد دیگه غذا نمیخورم تا زور، مثلا یه دیگه مرغ اونا میخورم، یه خودم شبانه روز میوه میخورم، یه زیاد اونچنان مثلا غذای نمیخورم. شما سبزی هم میل میکنید؟ بخوام بخورم یه تقریبا 3 قاشق، بیشتر از 3 قاشق نمیخورم. شما چه معیار در روز سبزی و آب آشامیدنی مصرف میفرمایید؟ بعد من روزی 5 تا از این شیشه ها آب میخورم، این شیشه معمولی ها که همه سوپر ها هست، معمولی ها روزی 5 تا میخورم. آیا به نظر شما کمه؟ من نمیدونم شیشه هاتون چه اندازه هست عزیزم. شیشه کوچیک میتونه باشه؟ مثلا اگه بریزیش تو لیوان شاید 2 لیوان بشه هر دانه شو. 5 تا بد نیست، ولی شما غذاهایی که اینطور که شما میفرمایید مصرف میکنین غذاهایی نیست که با خوردن انالوپریل و اتنول و داروی تیروئید و لیپتور و تمام اینها شما با همدیگه آبتون رو باید بالا ببرین. مثلا سفیده تخم مرغ غذاهایی نیستش که شما بدنتون رو بتونین تغذیه صحیح داشته باشه اینطوری که شما میفرمایید. ولیکن شما الان 1, 2, 3, 4, 5 تا دارین شما دارو مصرف میکنین. غذا بیشتر بخورم؟ نه، غذاهاتون باید تغییر بکنه، غذا باید تغییر بکنه. شما یا میتونین راه برین اصلا یا اینکه دردتون زیاد هست راه نمیتونین برین؟ بله من در راه رفتم وقتی که مثلا صبح که بلند میشم شب که به زور میخوابم از زیر درد پا، ولی صبح که بلند میشم توی اتاق دو دور را میرم دیگه پام درد نمی کنم. پام میتونم بیشینم بلندشم، میتونم برم یک فروشگاه خرید کنم، پام به صورت درد هر بده با ماشین که برم در فروشگاه پیاده بشم و یه برم شخ کمک اون شخ خیلی خوب میتونم را برم. بله. شما در کجا؟ بله شما از کجا تماس میگیرین عزیزم؟ ما از شهر دالاس. دالاس تکساس. بسیار عالی، خیلی متشکرم از تماس شما. لطف بفرمایید به تلویزیون توجه بفرمایید. حالا شما میشه که تلفنتون هم مستقیم خودتون بگین که چشم ما یه موقع بتنیم از اون کلیسایی که به مردم میدیم چشم معلوم خدمت شما توضیح میدم که چی باید بگیریم و تلفن دفتر مرکزی هم اگر که همکاران عزیز بنده در اتاق فرمان لطف کنن روی تلفن بگذارن شما میتونید از روی صفحه تلویزیون یادداشت بفرمایید. من فقط تلفن میذارم، من نمیذارم خودم تلفن شما. الان فقط همین الان همه رو پاک کردن، الان برای شما تلفن دفتر مرکزی رو میگذارم. آها دفتر مرکزی شما؟ بله بله. بعد شما قرصای لاغری که من داشتم نظرتون چیه؟ قرص به مردم میدین شما؟ خدمتتون عرض میکنم الان اگر اجازه بفرمایید که شما بعد چیو مصرف بفرمایید. من الان ارتباطمو قطع کنم؟ بله لطف بفرمایید. لطف بفرمایید. تشکر میکنم ازش. خدا حافظ شما. خدا حافظ. به خصوص افرادی که فشار خونشون بالا هست، ناراحتی‌های تیروئید دارن، ناراحتی کلسترول دارن، خستگی دائم. استاد عالی قد مطالب خیلی مهمی رو توضیح میدن. انشاءالله که خداوند به من عمر بده، زمان طولانی تر بکنه که من بتونم یک سری از این پژوهش هایی که از آموزش های استاد عالی قد به خودم آموختم خدمت شما ارائه بدم. که ایشون صحبت های خیلی وسیعی دارن درباره تواصل کلیه ها
و بخش‌های مختلف دیگه بدن انسان به قسمت‌های مختلف، اعضای داخلی به بخش‌های مختلف دیگه بدن انسان، زانوهای انسان بخش‌های مختلفش به بلادر یا اینکه کیسه مثانه و کلیه‌های انسان تواصل دارن. ببین شما وقتی که کلسترول بالا هست، فشار خون بالا هست، تیروئید کار نمی‌کنه، اینها همه با هم دیگه از ناراحتی‌های توازن نداشتن سیستم گوارشی به خصوص کلیه‌ها ممکنه سرچشمه بگیره و می‌دونی که لیپیتور و تمام اینها ساید افکت های مختلف دارن که اون هم باز ضعیف‌تر میکنه بخش های مختلف بدن رو. ولی متاسفانه پزشکان ما چاره‌ای ندارن به غیر از اینکه این داروها رو نسخه بنویسن خدمت شما بدن که شما بهبودی پیدا بکنید. شما میتونید از چند تا ساپلمنت شروع بکنید. سه تا ساپلمنت، یکی هست کندیدا، یکی هست سوپرمیل و یکی هم هست پرفکت فیگور. و شما اگر با دفتر مرکزی ما تماس بگیرین که شمارش روی صفحه تلویزیون هست، با همکاران بنده صحبت بفرمایید، یا خانم مینو یا خانم مرشید یا خانم ریحانه یا خانم شکوفه، این همه بانوان عزیز با شما صحبت میکنن، خدمتون عرض میکنن که اینها رو به چه ترتیبی خدمتون بفرستن و اینکه دستور مصرفش هم را همراه با تغذیه سلامت خدمت شما ارائه میدن. افرادی که این ناراحتی های به این ترتیب این زیادی دارن، میوه رو خواهش میکنم برای یک مدت کنار بگذاریم، به غیر از توت های بنفش مثل بلوبری، بلک بری که همون شاتوت خودمون هست، زرشک برای شما خیلی مفیده، تمشک برای شما خیلی مفید هست، ولی استرابری نه، و خوردن غذاهایی مثل کلم، سبزیجات دریایی، براکلی، گل کلم، تمامی اینها خیلی مفید هستن. و سعی بکنید که از غذاهایی که اسیدی هستن مثل قند، شکر، شکلات، قهوه، چای سیاه، تمام اینها خودداری بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت شما، بفرمایید. سلامت باشین عزیزم، بفرمایید امرتون. می‌خواستم بخوام به دکتر جعفری صحبت کنم. در خدمت شما هستم، بفرمایید. خانم دکتر جان. بفرمایید عزیزم. من از ایران زنگ می‌زنم. بله. مشکلی داشتم، می‌خواستم باهاتون در میون بذارم اگه امکان داره. بفرمایید، خواهش می‌کنم، بفرمایید. خانم دکتر، الان حدود 7 ساله که من به ناراحتی به اسم فیبرومیالجی مبتلا شدم. فیبرومیالجی، بله. که اول به شکل دردی بود که در ناحیه پشت بود. بله. کم کم این درد وسیع شد، سینه رو گرفت، جناق سینه رو گرفت و حتی به گردن و گوش میزد. بعد این درد کم کم به طرف راست هم کشید، البته کمتر، و الان مدت 7 ساله که من دارم مداوا میکنم، ولی متاسفانه درمان نشدم، هیچ دوچار افسردگی شدید هم شدم، به طوری که واقعا زندگی من رو این افسردگی مختل کرده. من خواستم شما به من کمک کنید، چون من الان واقعا در طی این 7 سال مدام دکتر بودم، دارو استفاده کردم، الانم داروهای اعصاب استفاده میکنم. چی مصرف میکنین شما، چه داروهایی؟ خدمت شما عرض کنم که نورتریپتیلین مصرف میکنم، زاناکس دارم استفاده میکنم. بله. ولی خب هیچ گونه تأثیری نداره، درد دارم. الان که دارم با شما صحبت میکنم من دچار درد هستم. به شما کورتیزون هم دادن؟ عمل دست داشتم من، هر دو دستم مشکل داشت، عصبات مدت استفاده میکردم، ولی خب با اون تأثیر نداشت و باعث شد که عمل کردم، خوشبختانه مسئله رفع شده. بله. بیهست بود انگشتام، گزگز میکرد، اون مسئله رفع شده، ولی این دردها و این افسردگی شدید واقعا خانم دکتر زندگی منو مختل کرده. شما چند سالتون عزیزم؟ من 35 سالمه. وزن شما چقدر هست در حال حاضر؟ من 72 کیلو. قدتون چقدر هست؟ 152. شما یعنی وزنتون زیاد هم هست؟ بله، وزنم بالاست. بله. شما ناراحتی های دستگاه گوارشی هم دارین؟ به خاطر فکر میکنم، البته نمیدونم، تصور میکنم به خاطر داروهاست که استفاده میکنم، گاهی اوقات خیلی کم دچار یبوست میشم که اون دستون سعی میکنم که با خوردن سالاد بعد روغن زیتون رفع میشه. بله. بعد سوزش دارم گاهی اوقات. سوزش در کجای بدنتون؟ در چه قسمت؟ همین در ناحیه گوارش. بله. یعنی اسید ریفلاکس دارین شما؟ اسید معده بالا میاد؟ جانم؟ اسید معده بالا میاد توی مری؟ خیلی کم پیش اومده خانم دکتر. آیا سوزش در داخل معدتون دارین یا توی گلو هست؟ بیشتر از این برگشت غذا هستش و حالت اسید،
اسید فکر میکنم اسید معدم زیاد باشه. بله. بعد گاهی اوقات اون، ولی مشکلی نیست، یعنی مشکلی نیست که منو اذیت بکنه. شما وزنتون روی شکمتونه؟ گاهی اوقات بله. درد، اون درد فیبرومیالجی که خدمتتون عرض کردم، منظورتون اون درده؟ نه عزیز دلم، شما خدمتتون عرض کردم که وزنی که شما دارین اضافه، وزنتون روی شکمتون هست یاد هست؟ آها بله، ببخشید متوجه نشدم. بله، باستن، بعد شکم و رانها. بسیار خوب. شما 7 سال پیش چه اتفاقی براتون افتاده؟ خدمت شما عرض کنم که من یه زایمان نارس داشتم. بله. با بچه‌ای با وزن 800 گرم به دنیا اومد که خداوند کمک کرد و مشکلی پیش نیومد و بچه‌مو تونستم بزرگ کنم. الان 6-7 سالشه. بعد از اینکه بچه‌ام متولد شد با اون وزن، خب من خیلی نگران و ناراحت بودم. بعد با فوت برادرم مواجه شدم و بعد از اون این دردها و این افسردگی شدید شروع شد و تا الان هم ادامه داره و روز به روزم خانم دکتر بدتر میشه. بله. شما یکی از صحبت‌هایی که استاد علی قد ابن سینا، البته داریم به آخر برنامه میرسیم، اگر من مجبور بشم قطع بکنم، فردا صبح ادامه خواهیم داد. الان باید بریم برای پخش چند پیام بازرگانی. بعد از چند دقیقه خدمت شما برخواهیم گشت و من جواب سوال شما رو خواهم داد، توضیح خواهم داد درباره این مسئله اگر اجازه بفرمایید. حتماً از تلویزیون میتونم. لطف بفرمایید عزیزم، ان شاء الله که سلامت باشین، خبر سلامتیتون هم به ما بدین. خدا نگهدار شما باشه. خدا حافظت باشه عزیز. چند لحظه دیگه کندیدا سپورت، طبق فرمایشات استاد و حکیم عالی‌قدر ابن سینا پور سینا، این فرمول برای افرادی که دائما از بیماری‌های پوستی، رایحه بد دهان، خارش پوستی، خارش متداوم در گوش، اگزما، خستگی دائمی، سرگیجه دائمی، خارش در دستگاه زنانگی، سرد بودن دست ها و پا به طور متداوم، انگل ها در جب روده ها، گاز های روده و معده، اسید ریفلاکس مبتلا هستند، مفید خواهد بود. کندیدا سپورت، محتوای عالی ترین پروبیوتیکس ها، آنزیم ها برای بهبودی و جلوگیری از بیماری کندیدا. بهبودی شما آرزوی همیشگی ماست. بادی زیبا، برای بدن زیبا و سلامت با قوی ترین مواد پروتئینی و تمامی امینو اسیدهای لازمه، فقط از منابع نباتی، بدون تاثیر منفی روی سیستم گوارشی، انرژی بالا، عضلات زیبا، قدرت ایمنی بالا، روحیه قوی، کبد سلامت، کلیه های قوی، بدنسازی را معنای جدیدی خواهد داد. با محتوای تمامی ویتامین ها، آنتی اکسیدنت ها، بیتا کاروتن، گلیکولیپیدز، سالفولیپیدز، فیکوساینند، بی کامپلکس، ویتامین ای، ویتامین سی. 15 گرم پروتئین خالص نباتی، تنها مکمل پروتئینی که شامل روغن‌های امگا 3، 6 و 9 می باشد. نگه دارنده، پرورش دهنده عضلات سلامت، فشار خون سلامت. بدن زیبا با بادی زیبا. پرفکت فیگر، طبق فرمایشات استاد و حکیم عالی قدر پور سینا ابن سینا، این فرمول برای تنظیم، بالانس، حزم، جذب و دفع چربی های اضافی موضعی که باعث چاقی یا اوبیسیتی، کمبود انرژی، اختلالات دستگاه گوارشی، عرق کردن، پرسپریشن اضافی، تمیز و تخلیه کردن روده ها، در نتیجه سلامتی کامل دستگاه گوارشی بدن انسان می باشد. پرفکت فیگر برای افرادی که حتی از چند کیلو یا 100 کیلو وزن اضافی، افرادی که از بیماری سلولایدس رنج می برند، مفید خواهد بود. بهبودی شما آرزوی همیشگی ماست.
کلسترول away. طبق فرمایشات استاد و حکیم عالی‌قدر ابن سینا پورسینا، این فرمول برای جلوگیری از رسوبات ناسالم در بدن به خصوص در عروق، کمک به جلوگیری از رسوب LDL یا کلسترول بد، تصفیه کبد و خون، پایین آوردن فشار خون، پایین آوردن چربی بدن با محتوای نایسن، ویتامین های B، کرومیوم، سرخص های دریایی اسپرلینا که شامل تمامی پروتئین ها، اومگا 3 اویلز، GLAs و بیتا کاروتن می باشند. گارسینیا کمبوجیا برای تبدیل و سوختن چربی ها به انرژی. گوگل لیپیدز برای پایین آوردن کلسترول. بهبودی شما آرزوی همیشگی ماست. تشکر از وقت صبورانه شما با ما. مجددا خدمت همگی شما عزیزان، بینندگان و همزبانان عزیز سلام عرض می کنم و ادامه میدم صحبتم رو با بانوی عزیزی که بیماری فایبرومایالجا یا فایبرومایالجیا بهش میگن مبتلا بودن. استاد عالی قدر میفرمودن و بسیاری از دانشمندان جدید هم این مسئله رو تاکید میکنن و ما هم در چندین سال اخیر که با بیماران مختلفی کار کردیم، ما هم خودمون مشاهده کردیم که افرادی که یک مرتبه ناراحتی های روحی پیدا میکنن برای از دست دادن یک عزیزشون یا ناراحتی های دیگه که باعث زجر و تفکرات منفی و غمگذار برشون تولید میشه، ممکن هست که به این ناراحتی ها به خاطر خودخوری زیاد و حالت منفی تولید کردن در بدن به این بیماری ها مبتلا بشن. یکی از مسائلی که خیلی مهم هست غم خوردن و سرزنش کردن خود انسان، حالت اسیدی در بدن انسان تولید میکنه و باعث میشه که انسان بدنش خونش به حالت اسیدی بره و خودش سموم تولید بکنه در بدن انسان و البته غذاهای انسان هم اضافه میکنن به این مسائل. میبینی که بعضی از افراد زمانی که ناراحتی‌های روحی پیدا میکنن بیشتر به غذاهای قندی رجوع میکنن، چون استاد عالی‌قدر دوباره میفرمودن که طحال انسان و لوزن معده احساس شیرینی رو در خودش مسکون داره، یعنی منظورم قند نیست، لذت بردن و شیرین بودن زندگی رو داریم دربارش صحبت میکنیم و زمانی که انسان حالت تلخی در وجودش و در زندگیش به وجود بیاد شروع میکنه به صدمه زدن به لوزن معده و طحال انسان. صحبت خیلی وسیعی هست که الان ادامه نخواهم داد دربارش، انشاءالله که خداوند به بنده عمری بده در جلسات آینده دربارش صحبت خواهیم کرد. هموطن عزیز ما، باید شروع کنم به مصرف کردن فرمول کندیدا سپورت، سوپر میل، بادی زیبا و اسپریت آپلیفت، قطره آکسی پارسی. اینها همه خیلی مهم هستن. دوباره تکرار میکنم، قطره آکسی پارسی، اسپریت آپلیفت، کندیدا سپورت، سوپر میل و بادی زیبا. زمانی که با ما تماس میگیرین، به هر مرکزی که تماس میگیرین به شما توضیح میدیم که چطوری مصرف بفرمایین تمامی این مکمل ها رو. غذاهاتون رو خواهش میکنم تغییر بدین، گوشت قرمز یا موادی که به حالت صنعتی پرورش داده شدن، سبزیجاتی که با سموم زیاد پرورش داده شدن، مرغ و دام هایی که با حالت صنعتی پرورش داده شدن، مواد لبنی که از این دام ها میاد، اینا همه سموم بیشتری در بدن تولید میکنن و باعث تورم مفاصل و مایچه های انسان میشن و ناراحتی های درد بیشتر تولید میکنن. بعد از اینکه شما یک مرحله کامل این ساپلمنت ها مکمل ها رو مصرف فرمودین، بعد با ما به ما رجوع میفرمایید، ما با خدمتتون توضیح میدیم که ما بقیه ادامه مداوای خودتون رو کمک بکنیم به بدنتون که بدن خودش بتونه خودش رو ترمیم بکنه چه خواهد بود. بفرمایید، خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما. عزیزم سلام عرض میکنم، بفرمایید. سلام عزیزم، بفرمایید. سلامت باشین آقا جان، بفرمایید. ببخشید من اعتیاد دارم به تریاک. بله. به تریاک اعتیاد دارم من. بله. بعد روزی 1 گرم مصرف میکنم. بله. بعد یعنی میکشم. بله. بعد حضورتون عرض کنم که زنگ زده بودم به اون شماره که زیر تلویزیون هستش. بله. من 4 تا بسته گفتم باید مصرف کنم. بله. این دستورشون درست است یا نه؟ شما چند سال تریاک مصرف میفرمایین و چه مقداری مصرف؟ 2 ساله. چقدر مصرف میکنی؟ مصرف روزانه تون؟ 1 گرم. 3 گرم یا 1 گرم؟
یک کردم. پس شما مشروبات الکلی، داروهای نسخه‌ای و سیگار هم همراه اینا مصرف می‌کردین؟ فقط سیگار. سیگار چقدر مصرف می‌کنین در روز؟ یک پاکت. شما چند سالتون عزیزم؟ 23. فرمودین 23 یا 33؟ 23. 23 ساله. بله. شما ناراحتی‌های دیگه هم به اضافه اعتیاد دارین؟ نه، ناراحتی دیگه ندارم. دستگاه گوارشیتون سلامت هست؟ دندان‌هاتون هیچ ناراحتی لثه و دندان نداره؟ خوابتون هم خوب هست؟ همه اینها اوکی هستن؟ خوابم نه، خوب نیستش. بله. خوابم یعنی الان که من ساعت 4:30 هست تا صبح ساعت 5:00 بیدار هستم. یعنی شما نمیخوابین تا ساعت 5:00 صبح؟ بله. شما کارتون شبانه هست؟ نه، اصلا فعلا کار نمیکنم. نه. بله. تنها زندگی میکنین شما؟ نه. بسیار خوب. شما میتونین از 4 یا 6 عدد از ساپلمنت ها و کمل های پارسیرز برای ترک اعتیاد مصرف بفرمایین که اینها یکی اولینش میشه اسپریت اپلیفت که عکس جاسیگاری و سیگار و سرنج و قرص روش هست. دو میشه رسفول یا پین که برای درد و ناراحتی های کمبود خواب و سمجدایی هست. سه میشه هلت پاور که برای قدرت بدنیتون و انرژیتون رو بالا بردن و ترمیم کردن. 4 هم میشه کلسترول اوی. 5 میشه آرترایتیس دیفنس و 6 میشه من سپورت. شما اگر که میتونین همگی اینها رو تهیه بفرمایین در یک زمان که چه بهتر، اگر که نمیتونین فقط 4 تاشو مصرف بفرمایین. همون 4 تاشو گفتم؟ بله. من نمیدونم که اسامی اونهایی که خدمت شما عرض کردن چی هست عزیزم، شما به یاد دارین؟ نه، من همینی که مثلا گفتم انقدر مصرف میکنم بل. گفتم ما همین 4 تا پکیج رو شما میفرستیم. بسیار خوب، شما از همون 4 تا شروع بفرمایید. بعد از اینکه مواد مخدرتون رو آهسته آهسته کنار گذاشتین ان شاء الله با امید خدا، بعد اون وقت برای حفاظت سلامتیتون و سمجدایی بیشتر و اینکه به بدنتون قدرت بدین که دیگه بازگشت نداشته باشین به امید خدا به مصرف کردن تریاک، میتونین ادامه بدین 2 یا 3 بسته دیگه مصرف بکنین برای یک مدت کوتاه. بله. ان شاء الله که سلامت باشین، خبر سلامتیتون هم به ما بدین. خدا نگهدار شما باشه. خداحافظ. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بفرمایید. الو، سلام علیکم. سلام عزیزم. ببخشید شما فکس دارین؟ فکس نامبر که من براتون فکس بفرستم مشکلمو بهتون بگم بعد از طریق تلویزیون گوش کنم؟ الان در حال حاضر من شماره فکس تلویزیون دیدار رو متاسفانه حفظ نیستم و الان هم برنامه تقریبا داره به اتمام میرسه. اگر شما لطف بفرمایین، من نمیدونم جناب آقای وانیک در اتاق فرمان شماره فکس استودیو رو میتونین شما برای ما بگذارین یا نه؟ خیلی متشکرم. میگن سعی میکنن ایشون اگر که رسیدن شماره فکس رو میگذارن. اونجا هستین که من 2 هفته خورده نزدیک 3 هفته اینجا خواهم بود عزیزم. فردا صبح هم برنامه جناب آقای مظاهری هستم، بعدش برنامه خودمون هستم. شما وقت دارین که فکس بفرمایید. خیلی متشکرم. خواهش میکنم خانمم. خدا حافظ شما باشه. خدا نگهدار. به همچنین. سلام عرض میکنم، بفرمایید. الو، شما ممکنه صدای تلویزیونتون رو کم کنید؟ عزیز دلم تلویزیونتون رو کم کنید لطفا. متاسفانه صدای تلویزیون وقتی زیاد هست ما نمیتونیم جوابگوی شما باشیم. خواهش میکنم ازتون قبل از اینکه تلفن بفرمایین عنایت بفرمایین، تلویزیونتون رو کم بکنین و از تلویزیون دور بشین که هم بتونیم سریعتر جوابگوی شما باشین. سلام عرض میکنم، بفرمایین. الو. الو جانم، بفرمایین. سلام از بنده است. خسته نباشین. سلامت باشین. خسته نباشین. با خانم دکتر رو هم صحبت کنیم؟ در خدمت شما هستم، بفرمایین. خدمتتونم. خواهش میکنم، بفرمایین عزیزم. خانم دکتر خسته نباشید. سلامت باشین جانم، بفرمایین سوالتون رو. خانم دکتر ما اعتیاد داریم. بله، به چی اعتیاد دارین عزیزم؟ تریاک. چقدر مصرف میکنین؟ چند سال مصرف میفرمایین؟ حدود چند ماهی میشه خانم دکتر. تازه شروع کردین؟ بله. شما ممکنه تلویزیونتون رو کم بفرمایید که صدای منو سریع‌تر بشنوین؟ بله. متشکرم. بله. بفرمایید. عزیزم وقت برنامه ما داره به اتمام میرسه. شما لطف بفرمایید سوالتون رو. جان دلم، بفرمایید. بله. حالا
الان دوره چند ماهی میشه احتیاط داریم. بله. بعد حالا خدمت رو عرض کنم این قرصا چجوری استفاده کنیم؟ چجوری شما گرفت شما تهیه نکردین هنوز. شما مصرف تریاکتون چقدر هست الان در حال حاضر؟ در روز حالا میاد 2 گرم این باید باشه، 3 گرم. خیلی. شما دود میکنین یا اینکه از طریق دهان مصرف میفرمایین؟ نه دود میکنین. دود میکنین. شما سیگار هم میکشین؟ بله بله. چقدر سیگار مصرف میفرمایین؟ روزی 1 پاکت. ناراحتی های دیگه هم شما دارین؟ درد یا ناراحتی های دیگه؟ دستگاه گوارشی؟ نه ناراحتی های دیگه نداریم. حالا یکی 2 سال قبل تصادف کردیم رویمونو جراحی شد. بله بسیار خوب. شما اگر سوال دیگه ندارین اجازه بفرمایید من سریع از تلویزیون چه اوگوی شما باشم. خیلی متشکرم. خدا نگهدار. به امید روزی که شما تلفن بزنید بگین ترک کنین. خدا حافظت باشه. 1 دقیقه بیشتر وقت نداریم به اتمام برنامه. خیلی خوشحال هستم که دوست عزیز ما تازه معتاد شدن و میخواین ترک بکنن. تبریک بر شما. شما میتونین که تلفن بزنین به مراکز مختلف پارسیرز، به دفتر مرکزی ما میتونین در فلوریدا تماس بگیرین که شماره تلفن نماینده هایی که نزدیک شما هستن خدمتتون بدن. برنامه و پکیج ترک اعتیاد ما شامل 6 عدد مکمل های مختلف میشه به اضافه رژیم غذایی صحیح و اینکه خودتون هم باید به خودتون کمک بکنین. اقوام شما و افرادی که در منازل هستن لطف بکنین، به هموطنان عزیزی که معتاد هستن لطف بفرمایین، از طریق غذا، از طریق روحی، هر احتیاجی که دارن کمکشون بکنین که سریعتر این اعتیاد رو، بیماری اعتیاد رو کنار بگذارن. بعد از اینکه هم ترک کردین اعتیاد رو، که مواد مخدرتون رو کنار گذاشتین، شروع میکنین برای چند ماهی به سمجدایی عمیق‌تر و تقویت کردن بدن که انشاءالله دیگه بازگشت نداشته باشین. متشکر هستم از همگی عزیزان ما که وقت گرانبهاتون رو با ما صرف میفرمایین. شرمنده هستم که نتونستم جوابگوی همگی تلفن های شما باشم، ولی که فردا صبح در برنامه آقای دکتر مظاهری در خدمت شما خواهم بود برای 1 ساعت و نیم. بعد برنامه پارسیرز و ادامه میدین تمامی هفته های آینده در خدمت شما خواهم بود. انشاءالله که همیشه سلامت، خندان و سرفراز باشین. ایزد بزرگوار همگام شما باشه.